به نام آن که خداوندگار صده ها و هزاره هاست. زمان بی آغاز تا زمان بی فرجام جشن صده یکی از کهن‌ترین جشن های ایرانی است به این جشن جشنی است که ایرانیان با برگزاردن آن به پیشباز جشن بزرگ میهنی ایران نوروز می روند. شاید به درست از همین روست که دانشور نامبردار ایرانی بوریهان بیرونی در یکی از یادگارهای گرامی و گرانسنگ خیش که آن را یادگارهای پایدار در صده های سپری شده می توانیم نامید آثار الباقیه انل قرون الخالیه در باره چرایی نام صده نوشته است که این نام در پیوند با نوروز بر این جشن نهاده شده است زیرا این جشن زمانی برگزار می شود که صد شبان روز تا نوروز هنوز زمان مانده است جشن سده از نگاهی فراخ و فراگیر با جشن و آین نوروز پیوندی تنگ و ساختاری نیز میتواند داشت این هر دو جشن در شمار جشنهایی که با روشنایی روز گرما در پیوندند این سه در باورهای باستانی ایرانی و در نمادشناسی آنها پدیده‌هایی اند خجسته ایزدی پسندیده سودمند وارونه تاریکی و سرما و شب که پدیده های شمرده می شوند گجسته اهریمنی زیانبار دلازار از همین روشت که برترین نماد و نشانه جشن صده افروختن آتش است کومه از هیزم را ایرانیان بر هم می چینند در آنها آتش در می زنند آتشی پرتاب افراخته سرکش که از دور جای هم می توانستند آن را دید در جشن و آین نوروز هم آتش کار کردی ویژه دارد به همان سان در جشنی دیگر که بیشتر جشنی مردمی بوده است تو هست که اون را با جشن چهارشنبه سوری میشناسیم و مینامیم جشن صده بر همه ایرانیان که مردمان فر و فروغند خجسته باد